أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وأصحابه وذرياته طيبين طاهرين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلامی و برادران ایمانی، هر نفری که این نوارای ما رو شما از روی اخلاص و عمل و از روی خدا دوستداری و رسول دوستداری گوش میکنین، از شما ما هم التجا و خواهش داریم که در حق ما دعای خیر کنین تا اینکه خداوند برای ما عمری درازی با عمل، زندگی با سعادت، عاقبت به خیری، دوری از عملهای شیطانی و برنامه‌های ابلیسی و نگهبان شدنی بنده از جانب خدا و شامل شدن به رحمت او و شامل شدن به شفاعت آخران انبیاء الهی. شما هم دعا کنید خدا ما را نصیب و روزی گرداند تا اینکه معلومات های ناچیزی از ظرفیت علم ما به شما میتیم که علم ما هیچی است در پیش علم خدا و رسول، تا اینکه اندک یک علمی ناچیز و معلومات ناچیزی ما سبب و وسیله و اسباب شود که انسان ها رای حق و سعادت یابند و شامل رای حق شوند، حق و حقیقت فهمند. زیرا فرعون هم در زمان حکومت رانیش و دولت داریش و زمان امپراتریش، فرعون هم دعوا میکرد که من شما را به سوی سبیل الرشاد، راه نجات و رشد و هدایت برده برسونم. اما فرعون هم دعوا میکرد که من شما رو به سوی هدایت میبرم. ابلیس هم دعوا میکند که ان لکما من الناصحین، من شما رو نصیحت میکنم. ابلیس هم دعوای نصیحت میکند، فرعون هم دعوای هدایت میکند. معلوم است که تا به امروز برنامه های ابلیس زیادند که انسان ها رو به سوی هدایت دعوت میکنند، اما خداوند ما را یک بصیره در چشم میکنه که ما هدایت شناسیم، هدایت بینیم، برای ما ذکاوت ته که او را درک کنیم، برای ما زبان ته که او را گپ زنیم. برای همین خدای ما را از راه حق و حقیقت هدایت دور نساز، زیرا که ما را آفریدگار ما نصیحتچیامون را روی کرده است، هدایت کننده ها را برای ما دعوت کننده ها به سوی هدایت روانه کرده است، راه حق و حقیقت برای هر یکی ما بیان کرده است. پروردگار را چگونه ای که اتفاق علما بر همین است که مذهب های بر حق چار گوته هستند، ما امروز یکی از مذهب های حق که اونها حضرت امام ابو حنیفه و شاگرداش هستند، که اونها همچه حضرت تابعی نفری است که صحابه را به چشم سر دیدن محسوب میابن، حساب میشوند، دلیل هاشون در پیرامون عبادت و در پیرامون، یعنی در برگیرنده عبادت و در برگیرنده معاملات و عقیده، از حدیث های گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلیل های گرفتگی هستند و سهم شما میرسانیم و فضل و عنایت الهی. کتاب و طهارتی، این باب در بیان کتاب طهارت، یعنی کتاب پاکیزگی ها، کتابی که ما باید لباس پاک داشته باشیم، ما باید قلب پاک داشته باشیم، ما باید بدنی پاک داشته باشیم، ما باید دهنی پاک داشته باشیم، ما باید جای پاک داشته باشیم. وقتی طهارت که گفته ما در اینجا، این شامل می شود هر چیزی که در حیات شخصی و بعد شخصی ما درجه ثواب ما را برده می رساند، پاک بدن چیزی مهم است. حدیث هایی که درباره پاک بدن امروز همه دوست می‌داره، لباسی پاک، ظرفی پاک، بدنی پاک، شعری پاک، قلمی پاک، قلبی پاک، هم بسیار چیز پاک داریم. کتابی پاکی ها یا پاکیزگی ها، طهارت به معنی پاکیزگی. باب مفتاح الصلاه الطهور، این باب در بیان کلید نماز پاکیزگی است. کلید نماز چی بوده؟ پاکیزگی. عن علی رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال:
مفتاح الصلاة الطهور الحديث رواه الترمذي از حضرت علی کرم الله وجهه و چهارم خلیفه عالم اسلام و دوماد رسول اکرم و پسر عمک رسول اکرم شیر خدا خسر امیرالمومنین فاروق اعظم حضرت عمر روایت حدیث بوده است که حضرت فرمودند از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جناب پیغمبر فرمودند کلید نماز پاکیزگی هاست، یعنی کلید نماز پاکیزگی هاست. حدیث دراز بوده است. روایت امام ترمذی در کتاب سننش کتاب طهارت حدیث سیوم در روایت کرده است. در کتاب نماز حدیث 221 در روایت کرده است. امام ابو داوود در کتاب سننش در کتاب طهارت حدیث رقم 56 در روایت کرده است. در کتاب نماز حدیث 523 در روایت کرده است. ابن ماجه در کتاب سننش در کتاب طهارت حدیث 271 در روایت کرده است و امام دارمی در کتاب سننش در کتاب طهارت حدیث 684 این حدیث صحیح دانستیم. یعنی کلید نماز این پاکیزگی ها بوده که شریعت ما را معلوم کردگی است. ای مصلی بیا طهارت کن، خانه دینی خیش امارت کن، حجت خانه میری پی مقصد یوت قضای حجت میکنی، باید پایان تو خوش رو تازه کنی، بعد از او بیایی او را به آب مستحب کنی، عملی نیک کنی، استنجا کنی، یعنی که همون جاهای بلندی ها را شوی پاک کنی، بعد از او دستا را سه مراتب شوی، یک مراتبه او با خاک گفتیم در فتواها امروز با صابون، حتما بعد حاجت خانه دستاتون شوی، بعد از او به سر میشه به ترتیب، یعنی که کلید نماز پاکیزگی ها بوده. کلید نماز مستحب خوب کنی، حاجت خانه خوب درای مستحب خوب کنی، بعد از او هر یک عضو شستن، سه بار دهن و سه بار بینی و سه بار روی، سه بار دستا آرنج، یک بار مسح سر، یک مراتب پاها تا بجل، بعد از او بین دست ها را خلال کردن، هر کسی که دهنش تازه میکنه، بینیش تازه میکنه، موی سرش میشو و تازه میکنه، هر کسی که لباس های کاری قدی نماز نمیخونه بسیاری وقتی، نه لباس کاری لباس بدبوخه و چیرکین قدی اینا مکروه های، لباس هاش پاک میکنه، نسکی های تازه میپوشه، مسجد خوشبو میروه، بعد بیرون تا که راز کرده بعد درون تا خدا خوش تازه میکنه، اول بیرون راز کردن در کره، باید ما بیرون مونه پاک کنیم. این طهارت میگه پاکیزگی ها، با چشم از نظری حرام، زبان از گفتاری حرام، نفس از بوی حرام، گوش از شنیدنی حرام، انا میخل پاکیزگی ها را که باشه آدم در پاکیزگی ها که جمع شوند چیزی تازه و پاک حق، نماز ما قلف بوده، کلیدش پاکیزگی ها بوده است. سرچشمه این اول از حاجت خانه سر میشود که ما بدنمون باید تازه باشه، پاک باشه، معنیش که کلید نماز پاکیزگی هاست. در پاکیزگی جد بسیار چی وارد می شود. هر انسانی که پاک می گرده، هر انسانی که پاکیزه، هر انسانی خودش پاک میکنه، او کلید در دست داره که نماز هوی میکنه. وقتی برای چی در دوری نماز تشویش های ما زیاده، برای چی در دوری نماز ما هوشامان هرس میره، چرا ما نماز گم میکنیم، چرا نمیدونیم چند رکعت، برای که ما پاکیزگی را اهمیت نمیتیم. شاید لباسی ما ناپاکه، شاید میشنیدگی ما ناپاکه، شاید دیدنی ما ناپاکه، شاید لقمه ما ناپاکه، شاید طهارت ما ناپاکه، ما کجای دگون کمبوتی ناپاکی داریم، برای همین نمازی ما در نقص میرسه. این قدر راویهای حدیث روایت کردیم. این حدیث بوده است که حضرت امام ابو حنیفه برای پیرواش این حدیث دلیل گرفته است. با این حدیث حضرت چی ساختیان؟ مذهب ساختیان. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار و صلی الله تعالی خیر خلق محمد و علی اصحاب الاجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.